هم مرزه، ما باید از اینجا وارد بشیم و بریم چیز از مرز رد بشیم. ولی هر چقدر بتونم بریم رد بشیم. مسیری که باید بریم برسیم مثل ایران ترکا باید عوارض خروج از کشور بدن، ولی ما چون با پاسپورت وارد میشیم لازم نیست بدیم، اما ترکا با کیملیک وارد میشن با همون مثل کارت ملی خودشون. نفری 150 لیر عوارض خروج از کشور با پرداخت کنن. ویزا موافقیم خواهم اینجا کاری داشته باشیم. میپرسیم الان میگیم ما با پاسپورت وارد میشیم کاری لازم. خب ما از خروجی ترکیه زدیم بیرون، الان این سمت ورودی گرجستان رد شدیم. نه اوکی همه چی، حالا بریم ببینیم چجوریه. عوارض هم پرداخت نکردیم چون با پاسپورت وارد. یه داستان دیگه یه هم که هست اینجا، هر نفر روی پاسپورتش یه بسته سیگار یه ویسکی میتونه ببره. بعد اینجا آویزونت میشن که اگه خودت هم سیگار نمیکشی نمیخوای براشون سیگار رد کنی. حالا ولی ما خوب این کار رو نکردیم. ما سردریاریم ببینیم اینا چیه. ما کاری هم با اینا نداریم. واسه خونه و اینا این مانه این که قطار بگیریم. بعد که رد شدیم دیگه همه اومدن که دوباره وسایلاشون رو، یعنی وسایلمون رو همه دوباره بذاریم تو اتوبوسی که باش اومدیم بریم سمت تفلیس. اینم این بره دیگه. الان ما گرجستانیم، این برم که برو اکسچنجه، میتونید پولاتون رو چنج کنید. ترجیحاً دلار رو اینجا چنج نکنید به صرفه نید. چنج کردیم به گیرار بگیرم 710 لیر دادیم، 85 لاری چیزه دیگه، پولای کمی نیست اینجا. مثلا میگفتش که از ترمینال مثلا تا یه فاصله 10 کیلومتر 12 کیلومتری مثلا تاکسیش میشه 10 لاری اینطور. ولی ما دو روز آخر رو میایم باتومی میمونیم و براتون حسابی ویدیو و فیلم و اینا میگیرم. اما خب خیلی قشنگه، لقا جزئیات نمیشون. ما دیگه رنگ 2 ساعت دیگه را داریم تا تفلیس. شاممون هم خوردیم و یه بریم به سمت تفلیس. یکی از شهرهایی استفاری قبله
اتاقمونه، دستشوی همون، هم تخت خواب، سشوار هم داره، از تمیزی که تمیزه.